سرخط مهمترین خبرها هشدار مولوی سرجدین حقانی به جهان درباره شریعت اسلامی و انعنات افغانستان اعلان نارضایتی امرالله صالح از بهبود روابط میان کابل و دهلی و برکناری سفیر جمهوریت از سفارت افغانستان در آلمان سلام با یک بسته تازه و مهم خبری از چینل دری میدیا خوش آمدید امرالله صالح معاون رئیس جمهور فراری افغانستان با اشاره به بهبود روابط هند با حکومت سرپرست در افغانستان با دهلی نو هشدار داده و گفته است که هند نباید محبوبیتش را میان مردم افغانستان به خطر اندازد صالح در مصاحبه با یک رسانه هندی افزوده است که هند افغانستان را از دست داده است وی علاوه کرده است که طالبان نباید به هند دیکته کنند که با چه کسانی صحبت کند، کجا سرمایه گذاری کند و به چه کسانی ویزا بدهد یا ندهد. سال هفتزوده است که وضعیت کنونی در افغانستان یک فصل بسیار غیر طبیعی از تاریخ کشور ما می باشد. این گفته ها پس از آن صورت می گیرد که اخیرا روابط میان حکومت سرپرست در افغانستان و هند بهبود یافته است. هند به چندین دیپلمات امارت اسلامی اجازه حضور به هند را داده و سفارت افغانستان در هند نیز تحت مدیریت امارت روند توزیع پاسپورت را آغاز کرده است هیئت هندی نیز که اخیرا به کابل رفته بود اعلان کرده بود که خواهان تعامل مثبت و افزایش تجارت با افغانستان می باشد. مقامات کنونی در افغانستان میگویند که کشورهای مختلف ارتباطات نزدیک با آنان دارند و فقط در لفظ آنها را به رسمیت نشناخته ولی عملا همه ی آنها حکومت موجود در افغانستان را رسمیت داده و روابط نزدیک دارند ما این روابط و همکاری را از آن بلندتر نقطه انتقال میدیم مولا عبدالغنی برادر و وزیر صاحب محترم خدایت الله بدری که اونا را در ازبکستان برادر نزدیک دوست نزدیک مردم افغانستان مردم ازبکستان شمارند و میدانند خوشبختانه با گذشت سه سال از حکیمیت دوباره امارت اسلامی افغانستان همکاری ها میان افغانستان و کشورهای منطقه شاهد پیشرفت های قابل ملاحظه بوده است همزمان با این مولوی سراجدین حقانی وزیر داخله و از مقامات ارشد حکومت سرپرست افغانستان در تازه ترین سخنانش به جهان هشدار داده و گفته است که به هیچ کسی اجازه نمی دهیم تا قوانین دینی ما را زیر پا کند. رسم آقای حقانی این مطلب را در یک محفل حسن قرائت و در ولایت خست بیان کرده است. و گفته منابع در این محفل قاریان خارجی از کشورهای مصر، ایران و پاکستان نیز اشتراک کرده بودند. حقانی افزوده است که ما روابط با کشورها را بر اساس رسم و انعنات کشور خود ما می خواهیم و همکنون آزادی و امنیت را در سراسر سر افغانستان تمین کرده ایم. سراجدین حقانی تصریح کرده است که امارت اسلامی مخالف تعامل با جهان نیست اما با استعمار افغانستان توسط کشورهای خارجی مخالف است. منابع و همچنین یما یاری سفیر افغانستان در آلمان اعلان کرده است که بعد درخواست کشور میزبان، از سمت خود کنار رفته و استفاده ده است و افزوده است که با خاطر تشدید نشدن مشکلات شهروندان افغانستان در آلمان به این کار دست زده است همکنون ما منابعی میگویند که عبدالباقی پوپل به جای آقای یاری مسئولیت سرپرستی سفارت افغانستان در آلمان را به عهده گرفته است آقای پوپل باشنده اصلی ولسوالی پنج وایی ولایت قندهار است و پیش از این مستشار سفارت افغانستان در برلین بوده است شماری از منابع میگویند که با ایجاد تغییرات جدید در سفارت احتمال دارد تا روابط سفارت افغانستان در آلمان با مقامات کنونی افغانستان در کابل بهتر گردد. از سوی هم ملاله یوسف زی در تازه ترین سخنانش گفته است که تصور نمی کردم تا حقوق زنان در افغانستان به این آسانی پایمال شود وی از دستورات و قوانین وزارت امر به معروف در افغانستان به تندی انتقاد کرده و افزوده است که همکنون زنان در افغانستان همه چیز خود را از دست دادند وزارت امر به معروف اما مدعی است که حقوق زنان در چوکات اسلامی تأمین شده و هیچ مشکلی وجود ندارد. در همین حال خبرگزاری المرساد در تازه ترین مقاله اش گفته است که حکومت پاکستان در شرایط مشابه با حکومت اشرف غنی قرار گرفته است. المرساد روز دوشنبه 18 نوامبر در مقاله ای گفته است که حکومت اشرف غنی برای مقابله با طالبان از حملات کوره هوایی و عملیات های خشونت آمیز علیه غیر نظامیان استفاده می کرد. این رسانه مدعی شده است که حمایت مردمی از تحریک طالبان پاکستان روز به روز در حال افزایش بوده و با یک نیروی شکست ناپذیر تبدیل شده است. <applause> مقامات پاکستانی اما بارها به مقامات افغان هشدار داده و گفتهاند که به طالبان پاکستانی پناه ندهند آنان میافزایند که طالبان پاکستانی از خاک افغانستان وارد خاک پاکستان میشوند و در این کشور عملیات های انتحاری و مسلحانه را راه اندازی می کنند. موضوعی که مقامات کنونی افغانستان بارها آن را تکذیب کرده اند. همچنین مدیریت مبارزه علیه تروریسم قمندانی امنیه ولایت بغلان از کشف و ضبط ده ها میل سلاح و مهمات مختلف و نو در این ولایت خبر دادند. قاری عبدالغیور خادم آمر امنیت قمندانی امنیه بغلان میگوید که نیروهای پلیس در طی این عملیات ها یک اراده موتر تیز رفتار، چهار میل کلاشینکوف، نه قبضه و و صدها فیر مرمی مختلف نوع را به دست آورده اند. همزمان با این مولوی عبدالسلام هنفی از مسئولان سازمان سهی جهان خواسته است تا کرسی افغانستان در این سازمان به نماینده امارت اسلامی واگذار کنند. آقای هنفی از توزیع دواهای تاریخ گذشته از سوی نهادهای بین المللی در افغانستان ابراز نگرانی کرده و خواهان توجه جدی این نهادها در این مورد شده است. دوستان عزیز با پایان برنامه کنونی رسیدیم از اینکه تا پایان این برنامه با ما همراه بودید سپاس گذاریم تا برنامه های بعدی الله نگهدار